انفجار دادن لند کروزر طالبان در تایمنی کابل. متعلم 15 ساله افغانی در جمع 25 زن تاثیرگذار جهان. مجازات یک متهم به دزدی بز در غور. گونه جدید کرونا به 38 کشور گسترش یافته است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان و خیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که اکنون گونه اومیکرون ویروس کرونا در 38 کشور جهان شناسایی شده است، اما تاکنون هیچ مورد از مرگ مربوط به این گونه گزارش نشده است. با گزارش رویترز، ماریا ون کرخوف، یک مقام در سازمان جهانی صحت، در یک کنفرانس خبری گفت که این سازمان شاهد نرخ رشد فزاینده و افزایش شناسایی مورد ابتلا به سویه اومیکرون بوده است. وی افزود، گفته می شود که میزان سرایت این سویه افزایش یافته است. آنچه ما باید بدانیم این است که آیا در مقایسه با سویه دلتا سرایت پذیری بیشتری دارد یا خیر. کرخوف همچنین اشاره کرد که سویه دلتای ویروس کرونا همچنان سویه غالب در سراسر جهان است. وی توضیح داد، مشخص نیست که سویه جدید باعث بیماری شدیدتر می شود یا خیر. گزارش های اولیه از آفریقای جنوبی نشان می دهد که بسیاری از بیماران علائم خفیف را تجربه می کنند. اولین موارد ابتلا به سویه اومیکرون در میان گروهی از دانشجویان گزارش شده است و افراد جوانتر نسبت به افراد مسن علائم خفیفتری را تجربه می کنند. یک دکتر برجسته آفریقای جنوبی در این هفته به خبرگزاری ها گفت که علائم گونه اومیکرون غیر عادی اما بسیار خفیف است. در این حال سومیا سومیاناتان، دانشمند ارشد سازمان جهانی صحت، گفت که مردم نباید از سویه جدید اومیکرون وحشت کنند و هنوز برای اظهار نظر در مورد نیاز به تغییر در واکسین ها زود است. مایک رایان، مدیر آژانس سازمان جهانی صحت، نیز گفته است که هنوز هیچ مدرکی برای تغییر واکسین ها و تطبیق آنها با سویه اومیکرون وجود ندارد و در حال حاضر واکسین های بسیار موثر وجود دارند. گونه اومیکرون در حال حاضر در آسیا، آفریقا، آمریکا، خاورمیانه و اروپا شناسایی شده است و موارد ابتلا به این سویه در 7 آسان از 9 آسان آفریقای جنوبی گزارش شده است. این سویه برای اولین بار در آفریقای جنوبی گزارش شد. وقوع انفجار در تایمنی کابل. بر اساس گزارش های اولیه، لحظات پیش انفجار در سرک پنجم تایمنی رخ داده است. احمد الله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، با تایید وقوع انفجار گفت این حادثه در ساحه حوزه چهارم شهر کابل در منطقه تایمنی رخ داده و یک حلقه‌ماین داخل گلدان سرک جابجا شده بود. با گفته سخنگوی طالبان، این انفجار تلفات در پی ندارد. شاهدان عینی گفتند که یک موتر نو لند کروزر هدف انفجار قرار گرفته است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مجازات یک متهم به دزدی بز در غور. طالبان بز را روی شانه هایش گذاشتند. 8 صبح غور. طالبان فردی که یک بز را دزدی کرده بود با گذاشتن بز روی شانه هایش در معذر عام نمایش دادند. منابع محلی در فیروزکو، مرکز ولایت غور، این خبر را تایید می کنند. تصاویری که روز جمعه 12 قوس از این مرد در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و ای را در یکی از جاده های شهر فیروزکو، مرکز ولایت غور، نشان می دهد. منابع مردمی در غور می گویند که بز در وسط یکی از جاده ها بردوش این مرد گذاشته شده بود و حق تکان خوردن نداشت. این در حالی است که خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، در جریان روزهای اخیر از افراد طالبان خواسته بود که دست از دادگاه صحرایی بردارند و پرونده های جنایی باید از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری شود. پیش از این نیز طالبان در شماری از شهرهای افغانستان چهره های افراد متهم به دزدی را سیاه و در معرض عام به نمایش گذاشته بودند. و در پایان،
متعلم 15 ساله افغانی در جمع 25 زن تاثیرگذار جهان قرار گرفت. روزنامه فاینانشال تایمز لندن نام ستوده فروتن دختر دانش آموز 15 ساله هراتی را در فهرست 25 زن تاثیرگذار سال 2021 جا داده است. ستوده فروتن یک ماه پیش در محفل در ولایت هرات که مقامهای حکومت طالبان نیز حضور داشتند در سخنرانی کوتاه پرشور مسئولان امارت اسلامی را تشویق کرد که اجازه ادامه تحصیل و آموزش را به دختران بدهند. ستوده که خودش نیز دانش آموز است در محفل بزرگداشت از سالروز تولد پیامبر اسلام از بسته ماندن دروازه های مکاتب دخترانه انتقاد کرد. او گفت امروز من حیث نماینده دختران می خواهم پیام دلمان را به شما برسانم. ما همه می دانیم که هرات شهر علم است. چرا مکاتب دخترانه بسته بمانند؟ حدود 200 تن در این محفل شرکت داشتند و ستوده از امارت اسلامی خواسته است که دروازه های مکتب دخترانه را باز کنند. نوار تصویری ستوده به گونه گسترده در میان کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست شد و کاربران از وی به خاطر سخنرانیش ستایش کردند. اکنون روزنامه فاینانشال تایمز ستوده را از بحر سخنرانی پرشور و ترغیب مقامها به بازگشایی مکاتب دخترانه در فهرست زنان تاثیرگذار سال جا داده است. روزنامه فاینانشال تایمز همساله فهرست 25 زن تاثیرگذار جهان را که در بخشهای سال و فعالیتهای سودمند برای بانوان کار کردند پخش می کند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار، کامگار و بهروز و سرفراز باشید.